27 ماه رمضان عظیم سال روز وفات فخر شیعه علامه محمد باقر مجلسی است. ایشان سومین فرزند ملا محمد تقی مجلسی است که در سال 1037 هجری قمری به دنیا آمد. محمد باقر مجلسی در اواسط نیمه دوم سده 11 هجری و دهه اول سده 12 مشهورترین دانشمند فقیه و محدث نامی شیعه امامی و شیخ الاسلام اصفهان و سرآمد علمای آن شهر عالم پرور به حساب می آمد. علامه مجلسی بیشتر تأثیرات خود را در خدمت پدر بزرگوارش بود و از دیگر استادان او می توان به ملا محمد صالح مازندرانی، ملا حسن علی شوشتری، میرزا رفیع‌الدین طباطبایی نائینی، شیخ عبدالله ابن شیخ جابر عاملی، شیخ علی عاملی، نواده شهید ثانی، ملا محسن فیض کاشانی و سید میرزای جزائری اشاره کرد. در فهرست بزرگان تعداد تألیفات علامه مجلسی متفاوت است. در ریحانت الادب جمعاً 77 کتاب از علامه مجلسی ذکر شده و آقا بزرگ تهرانی در کتاب الزریعه 169 جلد کتاب از علامه مجلسی را ذکر کرده است. از معروفترین تألیفات علامه مجلسی میتوان به موسوعه گرانسنگ بهارالانوار در 110 جلد به عنوان یکی از کتب مرجع شیعه اشاره کرد. علامه محمد باقر مجلسی بعد از عمری خدمت و تلاش در اطلاع مذهب راستین تشیع در شب 27 ماه مبارک رمضان سال 1110 هجری قمری در اصفهان به جهان باقی شتافت. وی در نزدیکی مسجد جامع اصفهان در کنار قبر پدرش علامه محمد تقی مجلسی مدفون شده و قبر آنان همیشه محل زیارت شیعیان و موالیان اهل بیت علیهم السلام است.